بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با عارف کیانی، سخنگوی محور مردم افغانستان که در استودیو با ما هستن. آقای کیانی سلام به شما، به برنامه خوش آمدید. سلام بر شما. انتقاد ها وجود دارد از این که آقای عبدالله باید شورای مصالحه ملی را اعضایش را شکل میداد، تشکیل میداد و بالاخره در مورد اجماع داخلی پیش از این باید اقدام میکرد. از دید شما مشکل در کجا هست که چنین اجماعی تا کنون شکل نگرفت؟ حکومت مشارکت ملی در از بدو ایجاد تا کنون شاهد 4 اشتباه استراتژیک بودیم که یکی از او اشتباهات استراتژیک همانا عدم تشکیل شورای عالی مصالحه ایجاب میکرد. پیش از اینکه تیم گفتگو کننده به دوحه بروند ما باید شاهد ایجاد شورای عالی مصالحه می بودیم، هیئت رهبریشون معرفی میشد، مجمع عمومیشون معرفی میشد. اینکه چرا نشد، من تصور میکنم با توجه به تضاد منافی که بین ارگ و سپیدار است. ارگ در این شب و روزا تلاشایی که در سپیدار جریان داره به مفهوم کنار زدن خود از قدرت تلقی میکنه. ما متاسفانه شاهد دو پدیدی متضاد هستیم، یکی صلح و یکی جنگ. تیم ارگ از قرائن چنین استنباط میشه که قسمان منافع خود در دوام جنگ میبینن. تحرکاتی که در سپیدار جریان داره، در دوحه جریان داره، مفهوم خلع این تیم از قدرت است. فلاز و تامادا میگه دست تیمی که ظاهرا منافع خود در جنگ میبینند از روند مسئله کوتاه نشه. من تصور نمیکنم که ما به وضعیت برسیم که اون ایدئال مردم افغانستان باشه. اما آقای کیانی فکر نمیکنین که حالا باید این توانایی وجود میداشت که شخصی که در رأس یک اداره قرار میگیره پیش از اینکه بره سفرهای دیگر بیرونی داشته باشه، در داخل کشور باید اجماعی را شکل بده و حتی تفاهم و توافق ارگ را به دست بیاره؟ ما 3 اجماع داریم: اجماع اجتماعی داریم، اجماع سیاسی داریم، اجماع ملی داریم. اجماع ملی باید پیش از اجماع ملی، اجماع اجتماعی، اجماع سیاسی شکل بگیره. محور یا پیشقراول کلیدی اجماع سیاسی حکومت است. متاسفانه حکومت ترد کننده هر گونه اجماع است. تا مادامی که ذهنیت و اراده در گراف عمودی قدرت مبنی بر شکل گیری اجماع تغییر نکنه و مثبت نباشه، بعید به نظر میرسه که با این تحرکات شکلی ما شاید شکل گیری اجماع اجتماعی، اجماع سیاسی که منتج به شکل گیری اجماع سیاسی باشه. آقای کیانی یک مسئله دیگه هم مطرح هست که آگاهان بعض این نظریه را میتن که اجماعی که شکل نگرفته تا کنون به خاطر از این بوده که بیشتر سیاسون و رهبران هر مرد دنبال منافع شخصیشان هستند تا منافع ملی. من تصور میکنم ما به شکل خودجوش یا به شکل تصادفی شاهد شکلگیری یک اجماع میخانیک است و این اجماع میخانیک برآمده از درک است که نخبگان سیاسی افغانستان از این درد مشترک دارند. چگونگی انسجام از این و دادن و فربی ساختن این اجماع به دوش حکومت است که متاسفانه حکومت مسئول برابری آقای غنی مفقود است و اگر یک سلسله تلاش‌ها که تاکنون صورت گرفته این تلاش‌ها در مثلا چه تلاش صورت گرفته؟ خب لیست گسوی آقای غنی نشر شد یا سوی ارگ نشر شد، مورد پذیرش آقای عبدالله قرار نگرفت و یک واکنش جدی هم نشان دادن. پس از اونا کدام لیست را آیا ترتیب دادن در این زمینه؟ من تصور میکنم لیستی که در اوایل از جانب ارگ ارائه شده بود کاملا دارادستی انتخاباتی آقای غنی بودن، به هیچ وجه نمایندگی از مردم افغانستان نمیکرد. ولی پس از اون آقای کیانی، آقای عبدالله فهرست را شکل دادن، در این زمینه جلسات متواتر را برگزار کردن، پیش از اینکه به سفرهای بیرونی بپردازن که باید این مشکل حل میشد تاکنون؟ توقع ما این بود که پیش از اینکه تیم به تیم گفتگو کننده افغانستان، اول خواهیم خود میکانیزم گزینش اعضای تیم گفتگو کننده متاسفانه اشتباه بود. در حال منافی یک بعضی از چترا و جریان های سیاسی بود که به هیچ وجه نمایندگی از قاطبه ملت افغانستان نمیکنند. یک اشتباه کلیدی بود. اشتباه دیگر این بود که متاسفانه این تیمی که اتاق گفتگو رفتن بعد صلاحیت‌ها و مسئولیت‌هاشون مشخص میشد. حالا وقتی که بعد از ماها انتظار مردم افغانستان منتظر ازی هستن که در دوحه ظاهرا تلاش‌هاشون به ثمر میرسه، یک تلاش قسمی که به ثمر میرسه میبینیم از جانب آقای غنی ویتو میشه. اما آقای کیانی مسئله هم همین جا هست که وقتی هیئت مذاکره کننده افغانستان میره به دوحه به مذاکره میپردازه، کسی که در رأس شورای عالی مصالحه ملی هست که باید این روند را به پیش ببره، اونا باید شورا را تشکیل میدادن، مجمع اعضای رهبری این شورا همه تکمیل می بودن تا یک پشتیبانی واقعی را میتونستن از هیئت مذاکره کننده داشته باشن، مشوره بتن و حتی در بسیاری از موارد بتونن
پیشنهاد بتن. ذهنیت اقتدارگرا در داخل ارگ سبب شده که متاسفانه همش ظرفیت صلاحیت ارگ باشه. مستقل نبودن بودجه شورای عالی مصالحه و بی‌تفاوتی جامعه جهانی به امکان در بود مالی به شورای عالی مصالحه موجب شد که بالاخره ما شاهد تأخیر در ایجاد تشکیل شورای مصالحه باشیم یا تکمیل شورای مصالحه باشیم. اعضای کلیدیش که میتونن نقش عقبی جبهه به شورای عالی مصالحه ایفا کنند هنوز متاسفانه لیستشون تکمیل نشده. یک اشتباه دیگر همین بود که ولی مثلا بعضی از آگاهان رفت میتن به این که توانایی کامل در این زمینه وجود نداشته، باید لابیگری میکردن، باید جلسات برگزار میکردن، اجماع شکل میدادن، حتی ارگ را متقاعد میساختن یا به نوع فشار وارد میکردن که میپذیرن. من تصورم این است که متاسفانه به تلاشایی که صورت گرفت چون قوت اجرایی به پیش ارگ است و تیم ارگ منافع خود در جنگ میبینن، هر گونه تلاش و تحرک سوری هم که در این باب تاکنون از جانب آقای عبدالله صورت گرفته، آقای غنی اون را وتو کرده و به یک شکل اون را خونسا کرده. حالا میشه از این اجازه دین من تکمیل کنم تا مادامی که آقای غنی در قدرت باشه و منافع خود این آدم در جنگ ببینه و تحرکاتی که در دوحه جریان داره به مفهوم خلع خود از قدرت بپنداره، ما تصور میکنم ما به نتیجه که ادعای مردم افغانستان باشه با این تحرکات نمیرسیم. صحبت‌های قبل از این صورت گرفت، گفته شد که آقای غنی، آقای عبدالله، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف گفتگوهایی را داشتند درباره همین چگونگی شکل گرفتن این شورا. چرا از دید شما تا کنون اعلام نشد؟ در این شب و روزا یک سلسله تلاش‌های در مجامع بین‌المللی صورت گرفته. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا و بعضی از کشورهایی که صلح افغانستان روند صلح را کمک می‌کنند، کمک تکنیکی مالی می‌کنند، به این نتیجه رسیدن که موجودیت آقای غنی به مفهوم ایجاد استکاک فرارای روند مصالح است. از این چشم انداز است که در این شب و روزا در صدد این هستند که شورای عالی مصالح را کمک کنند و کمک‌های خود منوط به شکل گیری تشکیل شورای عالی مصالح. دانستند که این یک حرف بسیار نیک است. حرف حادث هایی که بین آقای غنی، آقای عبدالله و آقای سیاف و آقای کرزی زده شده، من تصور میکنم که قسمن بیانگر عزیز که این تلاش های جامعه جهانی، فشار های جامعه جهانی بالا ارگ داره قسمن نتیجه میده. اما یک اصل نباید فراموش کرد که طالبان هم کتله واحد نیستند. انتباه ما ایست که تا 45 روز آینده طالبان به منظور گرفتن امتیاز و گرفتن قیمت جنگ و کاهش خشونت از حکومت آقای بایدن، در این شب روزا ما شاهد سیر تصاعد سیر سعودی روند منازعه در داخل افغانستان خواهیم بود و بعد از اون میخواین با انتقال قدرت از آقای ترامپ به با آقای بایدن، ما تصور میکنم مطابقی تعامل معادلی که باقی مانده وابسته به حکومت آقای بایدن است. حالا برداشتی که ما داریم در دوحه فقط یگانه چالشی که فراراه دو است آقای غنی است که شما دیدیم در مو چارچوب های رفتاری که تصویب شده اون رو رد کردن. همین مذاکرات که به پیش برده میشه، مرجعی که باید این روند را تسهیل ببخشه، مرجعی که باید این روند را به پیش ببره، شورای عالی مصالحه ملی هست. حالا از دید شما تاخیر بیشتر در اعلام کردن اعضای این شورا، مجمع و رهبری این شورا چقدر میتونه تاثیرات سو بگذاره بر همین مذاکراتی که جریان داره؟ متاسفانه هم روند گفتگوها رو متاثر میسازه، هم در این شب روزا اگر این شورا تشکیل نشه و تیم گفتگو کننده ما در اتاق گفتگو یادشان مشرف نخواهد بود و گپ این تیم گفتگو کننده از جانب طالب شنیده نخواهد شد. تشکیل معرفی شورای رهبری تیم شورای عالی مصالحه و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه به مفهوم تقویت عقبه جبهه شورای عالی مصالحه خواهد بود. از یک طرف دیگر باید صلاحیت های اجرایی شورای عالی مصالحه مشخص بشه، باید یک سلسله صلاحیت ها به این شورا تفویض بشه. تا زمانی که کلید پیش ارگ باشه، قفل پیش شورای اجرایی، من تصور نمی کنم که ما شاهد تصحیح روند گفتگو از جانب شورای عالی مصالحه و تاثیرگذار بودن این تحرکات در اتاق گفتگو باشه. وقتی از شورای عالی مصالحه ملی صحبت صورت میگیره، انتظار این است که یک شورای همه شمول باشه، شورایی که بتونه همه طبقات و قشرها را در خود داشته باشه، نمایندگی از هر فردی جامعه بکنه. چه تصور دارین چون این چیزه؟ امید ما این است که آقای عبدالله با توجه به تجاربی که در چند دهه منازعه و در داخل افغانستان بودن، همچنان در دستگاه دیپلماتیک افغانستان قرار داشتن، با توجه به شناختی که ما از آقای عبدالله داریم، امید ما این است که این تیم همشمول باشه. اگر قرار به این باشه لیست که آقای غنی سپرده بود به ارگ، به سپیدار، و همون لیست باز یک دفعه دیگه مورد تایید آقای عبدالله قرار بگیره، به مفهوم پیچیده ساختن روند مصالحه خواهد بود و به عبارت دیگر به مفهوم سبوتاژ روند صلح خواهد بود و اینجا
جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، دوام جنگ نی به نفع طالب است نی به نفع مردم افغانستان. شما میبینید که در میدان معارضه روزانه ما صدیق‌ترین جوانان خود را از دست میدیم. فلاحظا افغانستان در یک مقطع بسیار حساس سیاسی امنیتی اقتصادی قرار دارد. خوب است که تحرکات آقای عبدالله در این شب روزا در حول منافع ملی باشد و دست آقای غنی را از امور شورای عالی مصالح کوتاه کند. ممنونتان.